اگر موقع کولر گرفتن دور موتور ماشینتون میفته، موتور دچار لرزش میشه یا خودرو زیر پاتون خاموش میشه، این ویدیو مخصوص خود شما ساخته شده. امروز یک ماشین داریم که این مشکلات رو داره و گام به گام با هم تعمیرش میکنیم. پس اگر خودروی شما هم موقع کولر گرفتن دچار لرزش میشه یا دور موتور میندازه، کارهایی که تو این ویدیو خدمتتون عرض میکنیم رو روی ماشینتون انجام بدید. به احتمال 90% مشکلش رفع میشه. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست. پس اگر اتفاقی ما رو ببینید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون به نظرتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه و دلگرمی میدید. وقتتون رو نگیرم، بریم روی ماشین. خیلی مخلصیم. اتصال منفی ما کنید. خب این کابل اتصال منفی این ماشینه، ملاحظه بفرمایید. خب چطور باید انتظار داشته باشیم که این ماشین موقع کولر گرفتن خوب کار کنه؟ این همین هم که راه میره داره بهتون آوانس میده، روشن میشه. کابل اتصال منفی رو که باز کردیم میذاریم کنار، کابل مثبت هم باز کنید. اگر ماشین خودتون هم یک اینطور مشکلی داره به همین طریق انجامش بدید. وا کنید کف اتصال مثبتم ملاحظه می‌فرمایید. همین سولفات‌ها، این سولفات‌ها رو دست کم نگیرید رفقا، همین سولفات‌ها جلوی جریان دهی دینام و باتری به کوئل و سیستم موتور ماشینتون رو می‌گیره و باعث میشه ماشینتون بد کار کنه. اگر شما حالا درل نداشتید با همین بروسیمی هم میتونید تمیزش کنید. بروسیمی هم نداشتید با سیم ظرفشور میتونید تمیزش کنید. اصل اینه که این سولفات ها رو از روی قطبای منفی مثبت باشیتون بردارید. خب این سر باتری همینطور که میبینید اصلا این مهره و پیچ و مهرش افتاده. ما اول باید یه دونه پیچ و مهره برای این نصب کنیم. ما باید یه دونه کابل هم تقویت کنیم. از این کابل استفاده میکنیم. این کابل شماره 16. دو تا کابشو میزنیم سرشو براشون نصب میکنیم. این قسمت رو تمیزش کنید خیلی عالیه. حل اتصالاتتون تمیز باشه. به این صورت هم بیارتشین کنار که روی جعب فیوز یا نزدیک قطب مثبتتون نباشه. خب کابل منفی که وصل کردید، قطع مثبت هم میذارید سر جاش، تمیز میکنید و میبندیدش. دومین مورد که باعث میشه ماشینتون موقع کولر گرفتن بد کار کنه، فیلر دهانه شمع و وجود ایراد توی مکانیزم و سیستم جرقه زنی ماشینتونه. شمع ها رو باز میکنیم به لحاظ سلامت و به لحاظ فیلر شمع ها بررسیش میکنیم. شمع‌ها رو باز کنید، یه فرش سیمی بکشید ترتمیز، فیلر بزنید، ببندیدشون. خب همونطور که میبینید فیلر این زیادی بازه، یعنی شمع بعد از چند ماه یا یکی دو سال که کار میکنه این الکترودش صاب میره، این الکترود
و نیاز داره که شما فیلرش بزنید. فیلر دهانه شمعتون میشه 85 صدم. برای تیبا کویک ساینا و موتورهای یورو 4 سایپا، برای این ماشینا شما فیلر رو 85 صدم بزنید خیلی بهتره. خیلی نیاز نیست محکم ترق ترق بزنید روی شمع سرامیکش بشکنه. یه دوتا تقیه ریز که بزنید فیلر خودش تنظیم میشه، خیلی نیاز به ضربات محکم نیست. نکنید هر 4 تا شمعتون رو فیلر میزنید. ما به این میگیم شمکش. شمکش فوش نیست، اسم یه ابزاره. وایرها رو وقتی فشار میدید باید یه تپ زیر دستتون صدا بده، بعد بشینه سر جاش. حالا اگر ماشین شما شمع سوزنی داشت و بازشون کردید، دیدید فاصله الکترود تا پلاتین خیلی زیاد شده و این الکترود ساب رفته، دوستان دیگه اون فایده نداره شما فیلرش بزنید. اگر این سوزن شمعهای سوزنی ساب رفته باشه و از بین رفته باشه، باید شمعهای ماشینتون رو عوض کنید، مخصوصا اگر موقع کولر گرفتن ماشینتون خاموش میشه و یا دچار لرزش میشه. بعدی که خدمتتون عرض کردم، در صورتی که ماشین روی کولر بد کار میکنه باید چک کنید دریچه گازه. اینجا رو ببینید، مشخص از اینجا نمیتونه نفس بکشه این بنده خدا، داره خفه میشه، این هم باید تمیز بشه. الان دوستان میگن آقا کلن دریچه گاز رو باز کن بشورش. بله آقا ما همین کارم انجام میدیم، ولی یه زمانایی هست که شما زمان انجام کار رو ندارید، راننده بنده خدا منتظر کار داره، باید سریع مشکل رو رفع کنیم. اگر ما در حالت عادی دریچه گاز کامل باز میکنیم، تمیز میشوریم با بنزین با اسپری، با این تمیز میشه. نگاه کنید چه کثیفه، نگاه کنید این جرم همش مال این دریچه گازه است. یکی از دلایل مهم که باعث میشه ماشینتون روی کولر بد کار کنه یا دور موتور بندازه یا بره که خاموش بشه این قطعه است، استپر. استپر اگر کثیف باشه باعث میشه ماشینتون موقع کولر گرفتن حجم هوای ورودی که وارد منیفول میشه کم بشه، در نتیجه اون نسبت 1:14 که بارها خدمتتون توضیح دادم به هم بریزه و ماشین بره به سمت خاموش شدن و بد کار کنه. مخصوصا اگر با ماشینتون زیاد توی مناطق حالا کوهستانی یا آفرود یا جاده خاکی میرید، باید این دریچه گاز رو هر چند وقت یه بار تمیز کنید. دیدید حالا قبل از اینکه تمیزش کنیم اوضاع چطور بود، الان اینطور شد. اینم هم همون پولکی بود. وقتی محکم بستیدش
سوکتش رو یه بررسی کنید، گشاد نباشه پایاش، جا بزنید. حالا اگر دستگاه دیاگ داشتید که باید بعد از شستشوی دریچه گاز، دریچه گاز رو و ECU رو باید فلش کنید اگر دستگاه دیاگ داشتید، ولی اگر دیاگ نداشتید کافیه سرباتری ماشینتون رو به مدت 10 دقیقه بردارید، سویچ بسته، سویچ در حالت بسته، همه کاراتون انجام دادی، استپر رو بستی، سوکتش رو وصل کردی، تمام این کارها رو که انجام دادی قبل از اینکه ماشین رو روشن کنید سرباتری منفی رو 10 دقیقه بردار تا ECU ماشینت ریست بشه به اصطلاح. با این کار، با این ریست شدن، اگر خطاهای موقت هم توی کامپیوتر ماشینتون باشه حذف میشه، ولی خطاهای دائم قبلا در مورد پاک کردن خطاها بدون دستگاه دیاگ توی این ویدیو خدمتتون توضیحاتی دادم که بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، توی توضیحاتم لینکشو میذارم، میتونید کلیک کنید و ببینید. حالا ما روی این ماشین 3 کار اصلی رو انجام دادیم، 3 تا ایراد اصلی که باعث میشه ماشین موقع کولر گرفتن بد کار کنه. علت اولش ضعف توی اتصالات منفی و مثبت ماشینمون هست. اگر قطبای منفی مثبتمون ایراد داشته باشن یا توی اتصالات منفی ایراد وجود داشته باشه ماشین موقع کولر گرفتن بد کار میکنه. علت دوم وجود ایراد توی سیستم جرقه زنی، خرابی شمع و وایر و یا از فیلر خارج شدن شمع هامون. علت سوم هم کثیفی دریچه گاز، کثیفی استپر و ایراد توی هوای ورودی به منیفول. این 3 قلم دوستان توی ماشینتون اگر مشکل داشته باشن باعث میشه ماشینتون موقع کولر گرفتن بد کار کنه و دور موتور بیفته. حالا این کارا رو انجام دادیم، روشن کنیم ببینیم اوضاع چطوره. اجازه بدید استارت بزنیم، بزنیم روی کولر ببینیم ماشین باز بد کار میکنه یا نه. کولرم روشن، AC. میبینید که دور موتور ثابته و دور موتور نمیفته، مشکلش رفع شده. خدا رو شکر ماشین هم دیگه لرزش نداره. الان دست میذارین دیگه لرزش شما احساس نمی کنید. کولر هم آن. قبلا هم علامت های کم شدن گاز کولر رو توی این ویدیو بهتون گفتن که میتونید ببینید. ببخشید دستان سیاه دیگه، ما روزیمون از لای این پیچ و مهره ها میکشیم بیرون. اگر دستامون سیاه یا صدامون بده یا کیفیت تصاویرمون بده، به بزرگی خودتون و به نگاه زیبای خودتون ببخشید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید، دمتون گرم.